او از همان ابتدا مورد توجه فراوان پدر و مادر بود. وی خدیجه نام داشت، چون بعد از تولدش پدرش به موفقیت‌های سیاسی و نظامی دست یافت، به محض رسیدن به سلطنت او را شمس الملوک لقب داد. هرچند که 3 سال پس از تولد او دو فرزند دیگر، اشرف و محمد رضا متولد شدند، اما شمس همچنان مورد توجه پدر و مادر بود. این رفتار سبب می شد که شمس نسبت به بقیه فرزندان خانواده عاطفی تر و ملایم تر و در عین حال زورگوتر بوده و رأی و خواستش اجابت می شد. مثلا نظم شدید رضا خان که نامش از تربیت قزاقیش بود، سبب سختگیری نسبت به فرزندان نیز می شد. وی ساعت 8 شام می‌خورد و سر میز غذا همه فرزندانش دختر و پسر باید همیشه حضور داشته باشند و اگر لحظه دیر می‌رسیدند حق حضور نداشتند. تنها نسبت به محمد رضا و شمس رعایت بیشتری می‌کرد و از آنها توضیح می‌خواست و هر توضیحی می‌دادند می‌پذیرفت. علاقه رضا خان به این فرزند سبب بروز مشکلاتی می‌شد و پدر با دفاع از او مشکلات را حل می‌کرد. به کانال حکایت زنان تاریخ خوش آمدید. در این ویدیو قصد داریم در مورد شمس پهلوی، دومین فرزند رضا شاه و اولین فرزند تاج الملوک که دومین همسر رضا شاه بود صحبت کنیم. دختری که بسیار مورد علاقه پدر و خانواده بود و این علاقه پدر به او بعدها در سرنوشت ایران نیز بی تأثیر نبود. با ما همراه باشید و قبل از تماشای این ویدیو لطفاً با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. در 6 آبان 1296 در خانواده متوسط در محله روغنی‌های تهران دختری متولد شد. پدرش افسری ساده از سپاهیان قزاق و مادرش تاج الملوک آیرملو دختر بزرگ میرپنج تیمورخان آیرملو از خانواده‌های بزرگ مهاجر بود. شمس بسیار مورد علاقه پدر و خانواده بود و این علاقه پدر به او بعدها در سرنوشت ایران نیز بی تأثیر نبود. وی برخلاف مادر و خواهرش اشرف به امور سیاسی کاری نداشت، ولی در امور اقتصادی فعالیت فراوان داشت و زنی جاه طلب بود. از دوره نوجوانی و جوانی او اطلاع زیادی در دسترس نیست. وی طبق رویه معمول در محیط داخلی دربار همراه با تعدادی از فرزندان نخبگان سیاسی و درباری توسط معلمان خصوصی تربیت و پرورش یافت. شمس دوبار ازدواج کرد. ازدواج اولش به انتخاب و اجبار پدر و به نوعی مصلحتی بود و ازدواج دومش با فرد مورد علاقه‌اش بود. از مسائل مهم زندگی شمس تغییر مذهب اوست که اشاره خواهیم کرد. علاقه رضا خان به این فرزند سبب بروز مشکلاتی می شد و پدر با دفاع از او مشکلات را حل می کرد. در سال 1317 رضا خان تصمیم گرفت دو دختر بزرگش شمس و اشرف را شوهر دهد. دو نفر کاندید شدند از دو خانواده معروف که سرسپرده انگلیسی ها بودند. فریدون جم پسر محمود جم که بعداً به درجه ارتشبودی رسید و علی قوام پسر ابراهیم قوام. فردوس در این باره می گوید همان روز خود اشرف با ناراحتی برای من تعریف کرد که پدرم ما را صدا کرد و گفت موقع ازدواجتان است و دو نفر برای شما در نظر گرفتم. شمس چون خواهر بزرگتر از انتخاب اول با اوست و دومی هم نصیب تو خواهد شد. چنین شد و چون فریدون جم خوشتیبتر و جذابتر بود شمس او را انتخاب کرد و علی قوام که چه از نظر قیافه و چه از نظر شخصیت با جم تفاوت زیادی داشت سهم اشرف شد. مخبر السلطنه هدایت که خود از شاهدان این مراسم بود چنین می نویسد تجدد بر هم زدن همه آداب و رسوم است. عروسی فرمایشی هم یکی از آن جمله است. در کابینه جمع معروف شد عکس عده‌ای از جوانان را به شاه دخت ها عرضه دارند تا که قبول افتد و که در نظر آید. پسر جمع و پسر قوام شیرازی پسند افتادند. چه حاجت به عکس بود من نمی دانم. جم و قوام هر دو در قلحک می نشینند و عصرها محل گردش آنها و شاه دختها در صحرای دروز بود. همدیگر را خوب می شناختند. قوام پس از قضیه اسد مورد لطف مخصوص واقع شده و در مسافرتها ملازم خدمت است. به هر حال مجلس عقد بیمزهی منعقد شد. با اینکه متارکه داشتیم به موجب دعوت در مجلس حاضر شدم. یک طرف تالار شاه ایستاده بودند و قدری فاصله وزرای سابق و لاحق طرف دیگر.
ملکه و شاه دخترها روی کرسی نشسته بودند، ساکت و صامت. دامادها عبوس زیر دست عروسها ایستاده در حال خود فکر می نمودند. نه شیرینی نه میوهی در بساط بود. روی هم رفته مجلس خنکی بود و بعد خنکی ها بیشتر بروز داد، بلکه به برودت کشید. تا پهلوی زنده بود مماشاتی از طرفین می شد. پس از پهلوی کار به تفریق کشید. شمس پس از طلاق با عزت الله مینباشیان ازدواج کرد. شمس همچنین در ازدواج بین محمد رضا شاه و ثریا نقش داشته و به گفته اشرف اولین قدم برای برگزاری این ازدواج شاهانه توسط شمس برداشته شد که ثریا را در لندن در هتل دیده بود. شدت علاقه رضا شاه به دختر بزرگش باعث شد که پس از وقایع شهریور 1320 و تبعید از ایران به جزیره موریز او را به عنوان یار و مونس خود انتخاب کند. شمس در این باره میگوید اندیشه دوری پدر و تنها گذاشتن او در غربت آتش به جانم میزد. چند شب تا صبح خواب از چشم من فراری بود و هر وقت فکر میکردم که به زودی از دیدار پدر محروم میگردم، بغض گلویم را فشار میداد. پیش خود می گفتم شاید من بتوانم در این سفر عجیب و در غربت مونسی برای پدر خود بوده و از غم و رنج او تا حدی بکاهم. بالاخره تصمیم گرفتم در این سفر شرکت کنم. مترصد فرصتی بودم که این اجازه را حاصل نمایم. بالاخره این فرصت به دست آمد و خواهش دل خود را با ایشان در میان نهادم و استدعا کردم اجازه دهند من هم در این سفر همراه باشم. فرمودند به تو خوش نمی گذرد، همینجا بمان، ولی پس از اصرار و پافشاری من موافقت نمودند که من هم جزو مسافرین باشم. اعضای خانواده رضا شاه در این سفر عبارت بودند از ملکه عصمت، همسر رضا شاه، شمس، علی رضا، عبدالرضا، غلام رضا، محمود رضا، حمید رضا، فاطمه پهلوی و فریدون جم. شمس خاطرات این سفر و سختی‌های آن را که گاه در دریا و با کشتی صورت می‌گرفته و نیز اندوه پدرش را بیان می‌کند. اندکی بعد به دلیل بدی آب و هوا و به خواست رضا شاه و موافقت دولت انگلیس، شمس به همراه خواهرش فاطمه و برادرش علی رضا و عده‌ای دیگر به تهران بازگشتند. بلافاصله پس از عزیمت شمس، شاه در نامه‌ای به او شدت علاقه خود را ابراز کرده و خطاب به شمس اظهار داشت که من شما را عزیزترین فرزندان خود محسوب می‌دارم و یگانه آرزویم این است که به زودی دوره تاریک فراق سپری شده و بار دیگر دور هم جمع شویم. شمس در پی بدحالی رضا شاه دوباره به نزد او برمیگردد و سرانجام رضا شاه در 4 مرداد 1323 از دنیا رفت و شمس پس از انجام مراسم تدفین پدرش به تهران باز میگردد. ازدواج تحمیلی اشرف و شمس پس از مرگ رضا شاه به جدایی کشید. فریدون جم همسر شمس نیز از این ازدواج راضی نبود و از اخلاق مغرورانه شمس به تنگ آمده بود. اسناد و نامه‌های باقی مانده از فریدون جم و خاطرات دستنویس ملکه توران همسر سوم رضا شاه خود گواه این مطلب است. ملکه توران امیر سلیمانی در خاطرات خود می‌گوید فریدون جم هرچند از این ازدواج راضی نبود، اما به خاطر شمس با خانواده‌اش قطع رابطه می‌کند. روزی خانم جم به من گفت فلانی دیدید فریدون با من چگونه رفتار کرد؟ به این زودی ما بده شدیم و ما را فراموش نبودند. گفتم من جهت را می دانم. اولا شمس اخلاقش آن است که علاقه به هر کس دارد، میل دارد دیگر او با هیچ کس حتی پدر و مادرش هم صحبت نکند. به دلیل مخالفت‌های تاج الملوک و محمد رضا شاه با ازدواج دوم شمس با پسر خاله‌اش عزت الله مینباشیان که مجبور به تغییر نام به مهرداد پهلوی شده بود، هر دو به قاهره رفتند و مدتی را دور از وطن و در تبعید بودند. تغییر مذهب امری معمول و مرسوم در دربار پهلوی بود. شمس نیز که از زمان حیات پدرش علاقه به مسیحیت داشت، پس از ازدواج با عزت الله مینباشیان به مسیحیت گروید. علم در خاطرات خود در سال 1351 می نویسد برنامه سفر شمس به روم و واتیکان را تقدیم کردم. شاه آن را تایید کرد به شرط اینکه والا حضرت درباره ملاقاتش با پاپ زیاد سر و صدا راه نیندازد. وی فراتر از تغییر دین به عنوان میسیونر مذهبی فعالیت می‌کرد که تأسیس یک مدرسه مذهبی مسیحی و کلیسای کوچکی در مهرشهر کرج از آن جمله بود.
به پیروی از او همسر و فرزندانش شهباز، شهریار و شهرزاد نیز مسیحی شدند. شمس تنها عضو خاندان پهلوی بود که در امور سیاسی شرکت و دخالت نداشت و سرگرمی های دیگری داشت. به همین دلیل در وقایع ملی شدن صنعت نفت مورد اعتراض قرار نگرفت و حتی دکتر مصدق در جلسه 4 خرداد 1329 از او به خاطر عدم دخالت تشکر کرد. مسئولیت های شمس پهلوی عبارت بودند از ریاست جمعیت شیر و خورشید که از سال 1303 تشکیل شده بود و تا پایان این سلسله این سمت را هرچند به صورت ظاهر حفظ کرد. ریاست کانون بانوان ایران، بنیاد نیکوکاری شمس که به اصطلاح به امور درمان کم بضاعت مشغول بود، جمعیت حمایت از حیوانات، جمعیت کودکان کرولال که بر اساس دستور خودش شکل گرفته بود و تشکیل جمعیت ادبی. با آغاز طوفان انقلاب اسلامی بسیاری از پروژه‌های اقتصادی شمس متوقف شد و خود او و همراهانش در 19 شهریور 1357 دو روز بعد از جمعه خونین تهران کشور را ترک و به آمریکا رفتند. سرانجام شمس در 1347 در 78 سالگی درگذشت و طبق آیین مسیحیت به خاک سپرده شد. شمس پهلوی بی تردید یکی از متمولین بزرگ جهان بود، گرچه وی به هنگام فرار از ایران نمی توانست اموال غیر منقول خود را به فروش برساند، ولی بدهی های وی به بانک های ایران به خصوص توسعه کشاورزی ارقام بزرگی را در بر می گرفت. این هم داستان زندگی شمس پهلوی، نور چشم رضا شاه پهلوی. نظر شما درباره شمس پهلوی چیست؟ لطفاً نظرات خود رو در کامنت ها برای ما بنویسید. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید و ما رو همراهی کردید.